درود بر شما همراهان خوب مردم خبر، شما بیننده بخش خبری ساعت 9 هستید و وزیر خارجه آلمان که امروز وارد تهران شد و واکنش هایی را از جانب کاربرها در پی داشت، از جمله ویدیوی طنزی که الان با هم میبینیم. بله ها؟ خواهی نه آدم هر بزن ببینم چی میگی؟ ببینید چی میگه زبانش خرزو خان بی دیا و یا حاج آدم خرزو خان ها یا ایش هایزن ناین 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 زیخ شایزن دو براره زیخ ناین ناین زیخ شایزن دو براره ها گله گله ای که بید؟ این آیشمن بید آیشمن دیگه کدو خریه تو آیشمن نمشنازی معاون هیتلر بید با هیتلر کار برداش من بهش وگفتم که برای اینجا نبیده ببینم تو مگه آلمانی بلدی حرف بزنی نه بسیار خب، اما توییت وزیر ارشاد هم بی ربط با این خبر نبود، براتون انتخاب کردم. نوشته ایران نه تسلیم میشه و نه میدان دیپلماسی رو دست کم میگیره. وزیر ارشاد نوشته مقاومت و دیپلماسی دو بال در سیاست خارجی کشور در برابر سیاست فشار و مذاکره دشمنان ایران است. دیدارهای این هفته در تهران ادامه این راه برد است. خب اما بریم سراغ سوژه داغ دیگر مجازی و افشای بخش از دارایی‌های لاکچری هادی رضوی. من چند تاش رو براتون میگم، ادامهش رو توی این ویدیو ببینید. ویلای لوکس 78 هزار متر مکعبی توی نوشهر، ملک 500 متری در خیابون آفریقا، 5 طبقه آپارتمان به مساحت 1200 متر، رهن زمین 600 متری برای منشی خانمش در اندرزگو و ادامهش رو هم در این ویدیو ببینید. بانک سرمایه تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کردند و 104 میلیارد تومان از بانک های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. بنده لیست تسهیلات ایشان در مجموعه بانک های کشور رو آوردم، طبق تورقی که چند روز گذشته بنده کردم مشهون از فساد است. ایشون میفرمان که من بازرگان بودم، شرکت های سالن های چند منظوره داشتم و استودیو سازی میکردم و فلان. ردیابی تسهیلات رو مانده ایشون به همراه آقای دلاویز و آقای امامی یک ملکی در نوشهر میخرن به مساحت 78750 متر. سه ویلاست، یکیش برای دلاویزه، یکیش برای امامیه، یکیش برای آقای رضویه. ویلای کاملا لوکس. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی، ملکی در خیابان آفریقا به مساحت 456 متر، سرمایه گذاری برای کشور، اشتغال آفرینی میکرد. در خیابان احمد قصیر ایشون 5 طبقه خریداری میکنن، هر طبقه 260 متر. به نام منشیشون خانم زهرا شریف کاظمی ملک رحم کردن، ماشین BMW X4 برای به اسم منشیشون خریداری کردن. ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی خرید میکنند. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی، سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم ها، همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبوده بفروشه بخواد، همه رو با هم داشته. ایشون بعضی موقع حالا خبرهایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میومده. بنز S500، سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور، موتورسیکلت MV آگوستا. قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 5 میلیون تومانیش. ملک خیابون الهیه هم خریده که ظاهرا از بانک‌های دیگه بوده. آقای رضوی اعلام میکنه که تسهیلاتشون سرمایه در گردش بوده. نه آقای رضوی، تسهیلات شما برای گردش بوده. شما متهم کلان هستید، مجموعه بانک‌های کشور رو به یغما بردید و باید پاسخگوی اعمال خودتون باشید. من که هنگ کردم شما رو واقعا نمیدونم. بریم سراغ یک ویدیوی شهروند خبرنگار.
ماهیانی که به پای خودشون به تور اعدام صیادها افتادند. خیلی ویدیوی قشنگی، مربوط میشه به جزیره شیف استان بوشهر. و ویدیوی پایانمون یک ویدیوی قابل ستایش و تحسین از یک پلیس وظیفه شناس در جاده بهبهان خوزستان. مسیر اندیجان هستیم. افسر راهنمای رانندگی در حال ریختن خاک روی اسفالت به خاطری که یکی از ماشینا اومد اینجا روغن ریخته، نمیدونم گازوئیل ریخته. بسیار خطرناکی. افسرهای خوبی پیدا میشن، ماموران خوبی تو مملکت هست، واقعا باید قدردان باشیم. به پایان بخش خبری رسیدیم. امام علی علیه السلام میفرمایند وفای به عهد از نشانه های ایمان است. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.